مانانمون اینجا در استودیو خیلی خوش آمد میگم محسن سازگارا فروغ کرنانی همکارم هم محمد رهبر آیا سازگارا سوال من بی جواب موند آخر سرش جمهوری اسلامی آیا شما کسی بودید که در تمام این سالها دیدیدش دور و نزدیک دید. آیا جمهوری اسلامی که امروز داریم 1403 علی خامنه ای رو توش میبینیم با آنچه در تمام سالهای گذشته دیدیم همونه و در همزمان با اون آیا جنبش مدنی و مقاومت مدنی که از مردم هم داریم میبینیم آیا همونه که بخوایم همون استدلال هایی که قدیم داشتیم هم در موردش صحبت بکنیم اصلا اصلا تغییر کردیم ببینید جمهوری اسلامی یک نظامی بود که در دوره گفتمانی انقلابی گری پارادایم انقلابیگری گری در دنیا این پارادایم مسلط بر اساس یک قرائت ایدئولوژیک انقلابی از اسلام پیروز شد و متولد شد که البته در ستون فقراتش هم فقه محوری و حاکمیت فقه این اون چیزی بود که خمینی درست کرد اون در همون دهه اول در واقع سقوط کرد با مرگ خمینی کاملا سقوط کرد به تدریج به خصوص در دوره خامنه ای که به نظر من نه جای خومه اینجوری داشت نه تئوری رو داشت نه گاتسش را هیچی شو الانی که صحبت میکنیم نظام جمهوری اسلامی نه تئوکراسی و یک حکومت دینیه نه یه دیکتاتوری ساده است بگیم اقلا یه استالینی صدامی کسی اون بالا نشسته نه حتی دیگه یه حکومت توتالیتره که بگیم مثلا اگرچه رگه های از همه اینا داره یه حکومت کلپتوکراسیه یه دوستالاریه یک کنسرسیوم باندای مافیاییه که سر هر کدومی چون یال کاپون نشسته این قالیباف اون خانواده لاریجانی اون ارشواد که زاکانی اون محسنی اجیه اسم اینا رو میارم و واقعا نارد شما گفتین اگه راست میگم بیان تو این برنامه بشینن حرف بزنن چون اینجا تلویزیون بی طرف هم از هر کی بیاد حرف میزنه به که اون باشه جوابشو بده و این کلپتوکراسی که الان در ایران حاکمه اون آقای خامنه ای که این نظام رو درست کرده ببخشید مثل یه تار انکبوتی که تو تاری که خودش تنیده گیر کرده خودش هم ناچاره به این رو پاچ بده دلش خوشه فصل الخطابه الان چرا اینطوری وایستاده بیرون استودیو صحبت میکنید این فکرم آقای رهبر میگفت مثل که توش مونده آخرش میخواد بندازه گردن مردم ببینه حالا چون زورش به یه بانده چرا الان زورش نمیرسه به قالیباف چون پسرش میگه جلیلی باید بیاد از صندوق بیرون خودش هم نشونی های جلیلی رو داده ولی زورش نمیرسه به قالیباف بگه برو کنار برای اینکه تو بیتش یه ده با اون این دوز بازار این شکلی این یه همچین نظامیه یعنی همه یه چیز برای هنوز داره کارم میکنه اونم یه ماشین سرکوب جهنمی است که خامنه ای درست کرده و تو مردم رو حقوق مردم رو همه رو سر سلب میکنه ولی هیچ چیزی هم نمیتونه پیش بره و به تدریج کشور داره به کشتی تایتانیک خرق میشه کل کشور در واقع در بحران داره به من عرضم تموم کنم و این کاندیداهایی هم که واقعا توهین به شعور ملت بود اینا رو گذاشتن تو ویترین یه مملکت 89 میلیونی 6 آدمی که یکی از یکی عقب افتاده تر و بدتر بود یه حرف حسابی با نشنیدیم بزنن این آدما رو وقت شما بذاری بعد فکر کنی که به مردم بگی حالا به اینا رأی بدین کاچی بعضی چی حالا یه چیزی بشه یک دونه یعنی هیچ کدوم اینا یه چیزی نگفتن که بفهمی دردای اساسی کشور رو یکیشون کشور به شبکه فساد و سرطان فساد نتونست یک کلمه بگه راجع سیاست خارجی یه چیزی بگه هر چی بر صورت منظورم این است که این ماجرا بنده پاسخم روشن است که نه این جمهوری اسلامی اون که خمینی دارد کسی مدت ها سقوط کرده عوض شده و استحاله شده به یک کلوپتوکراسی دوزد سالار که یک اکثریت مطلق مردم باهاش مخالفن به طرز ترسناکی به قول وزارت اطلاعاتی ها به رژیم پشت کردن رفراندومشون هم تو انتخابات مجلس کردن نشستن تو خونه گفتن نه فقط رأی نمیدیم بلکه در خونم بیرون نمیایم که حکومت بفهمه به قول یکی از امریکایی میگفت گفت رفراندوم خاموش کردن مردم ایران و به این دلیل در این استیصال در واقع قرار گرفت آیا سازگار آفر یه دوستی میگفتش که جمهوری اسلامی مجموعه هرچه همه خوبان دارند یک جاست یعنی به یک شکلی دیکتاتوری مذهبی است به نحوی میخواد انتخابات برگزار کنه رئیس جمهور داره از یه سمتی ارتش داره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره که هیچ ربطی به ایران نداره هر چی که هست یک بدیلی براش از این طرف درست کرده کسی دیگری میگفتش که این اسمشو نذاریم انتخابات انتخابات بذاریم انتخابات و انتخابات رو قاطی کرده بود و گفت انتخابات جدی یه واژه جدید, جدید براش جمهوری اسلامی در واقع چنین شده است که برای هر چیزی باید یک کلمه جدید برای تعریف آنچه که انجام میدهد رو در موردش قرار بدیم اما بریم اصلا هر چی که این هست این اسمش انتخابات ما میگیم انتخاب نظام هر کسی هر اسم دیگری خواست بهش بذاره شنبه صبح همه ما بیدار میشیم از دل اون صندوق علی خامنه‌ای کسی رو انتخاب کرده که میاد بیرون تاییدش میکنه و بر سر کار میره ما کجا باید بایستیم؟ مردم کجا باید بایستن؟ اون مقاومت مدنی شنبه صبح کجاست؟ خیلی سال مهمیه به شما این انتخابات بالاخره شنبه یکی رو از اون صندوق میارم بیرون یازده میلیون کد ملی هم دست اطلاعات سپاه پیشاپیش پیش, پیش باهاش یه ترن آتی رو اعلام خواهند کرد یه برامدی خواهند گفت ولی مردم چون این مهمه برای اینکه الان یکی از چیزهایی که من سودمندانه بعد بگم آقای خاتمی در هشت سال رئیس جمهوریش و همین الان هم هنوز داره میکنه این نیست که کاری نکرد و کاری نمیکنه این نیست که میخواد به مردم بقبولونه کاری هم نمیشه کرد و در واقع به امید مردم خیانت میکنه با این کارش این دوستان اصلاح طلب ما هم دارن این کارو میکنن یعنی تای حرفشون این است که حالا ده درصد بهترم بشه کاچی بعضی چی بیاین رای بدین اگه نکنیم کار دیگه نمیشه کرد هیچ کار دیگه نمیشه کرد البته اینم نمیگن که 90 درصد وضع خودشون بهتر میشه وقتی دولتو بگیرن ولی واقعیت نیست که اینگونه نیست سوال مهم شما برمیگرده به این که مقاومت مدنی گسترده ای مردم مثل هر کجای دیگه دنیا هم یه سانس سینما نیست بری توش تموم شه بیای بیرون یه پروسس آنچنان که اتحاد در بین نیروهای مبارز هم در همه کشورهای پروسست آقای رهبر الان به درستی نکته ایشو گفتن قدم اولش گفتگوی دموکراتیکه دموکراتیک دایلوگه که یاد بگیرن با هم حرف بزنن رهبری خیلی دنبال رهبری میگردن شعرت فرو فراختا خواب دیدم کسی خواهد آمد نه اون کسی, اون کسی سی تا مرغ رو هم دیگه میشه سی مرغ و اون رهبری هم از دل این مبارزه میاد بیرون امتحانشو در جریان مبارزه پس میده با برنامه ریزی با استراتژی گذاری به تدریج هم نیرومند میشه هیچ کدام از رهبران انقلابهای مدنی در دنیا حال نفوذی که روز آخر داشتن روز اول نداشتن ده درصد اگه بوده شده صد درصد در چون آخرش بر اساس اصل عدد پیروز میشن ولی آی بهرنگ ببینید مردم از شنبه صبح کاری رو خواهند کرد که همه الان البته بعضی جاها بچه های شیطون دارن میکنن توی از این فضا استفاده کردن شعارهای جنبش رو که در رأسش مرگ بر خامنه ای قرار داره رو سر میدن همین هم بحشت کردن ولی سه ستون در واقع اعتراضات که فقط هم تو خیابون رفتن نیست چون تو خیابون اینا سرکوب میکنن ده ها روش اعتراضی هست از جمله همینی که شما رأی ندی بشینی تو خونه فلک سازی حکومت ستون دوم که اعتصابات بایکوت کردن ها تحریم کردن ها نپرداختن ها بانک های خامنه رو ترک کرد و ده ها روش هم اینجاست و ریزش از حکومت ستون سوم تمام جنبش های مدنی در حرکت همسو و هماهنگ این سه ستون به پیروزی رسیده خوشبختانه در هر سه ستون مردم ما در بخش اعتراضات به قدر کافی تجربه دارن دیدیم ما وقتی تجربیات جنبش سبز رو به کار گرفتم من اینجا به دوست از دم مهندس میخوام عرض کنم اتفاقا تجربه جنبش اصلاحات که مردم رأی دادن فکر از داخل صندوق رأی عوضش میکنن با یه رئیس جمهور و جنبش سبز که هنوز فکر کردن با صندوق عوض میشه و کشتن مردم مهندس موسوی هنوز تو حسله با خانم رهنورد آموختن که از این امامزاده معجز در نمیاد و کی بعد یاد بگیری و دوباره برگردی بگی 15 سال قبل ما کردیم بلکه حالا م... خیلی معذرت میخوام یه جوکه میگفتن دو نفر رفتن سینما اولی گفتش که من آخر فیلم رو حد بزنیم این میشه اونم گفت این میشه بعد که اومدم بیرون اولی حرفش درست در گفت ولی من یه رو اعتراف کنم من این فیلم رو یه بار دیده بودم دومی گفتش که من چند بار دیده بودم گفتم شاید این دفعه آخرش عوض شه این دوستان اصلاح طلب مثل این جوکه میمونن میگن بلکه آخرش عوض شه در حالی که اتفاق نخواهد افتاد دیگه چند دفعه آزمودن و آزمودن خطاست بنابراین به نظر من هر سه اینا در دست رسیم. هم بچه های فعال کف میدان که رهبران ما هم از دل اینا در میان در اومدن هم الان حضور دارن در بخش های مدنی جامعه ما در بین کارگرها، معلم ها، پرستارا، پزشکا، بازشست ها، روزنامه نگاران هم از دل جوانان محلاتی که دیدیم چجونی با تغییرات تاکتیکی ساده حکومتی که تو هفت روز هر اعتراضی رو جمع میکرد صد و ده روز تونستن ادامه بدن و خودشونم هم نشستن عقبتر تجدید سازمان کن و هم از ریزش از حکومت الان اینا برای اینکه بسیجی ها رو بیارن روز جمعه فردا بهشون گفتن تهران و اطراف بیاین با زن و بچه هاتون رو شلوخ کنین گفتن سه, سه میلیون تا پنج میلیون بهتون میدیم تا بیاد آخرش ناچار شده رهبری بله بله بنابراین این سه بومی هم زمینش خب با حیل با همه ببخش من چیز مونده کتابه بله. بله بله. ببینید من من که شاهد زحمت بچه هایی که اینجا هستن هستن واقعا می زحمت شاید. که میشن جدی میگن فز. و امشب الان در امریکا اولین مناظره انتخاباتی امریکا و سی این این برگزار میکنه ما هم پخش مستقیم بله داشت. جی تپر اجرا میکنه با. که خب روزنا رسانه رو مثل ایران ترنشنال مثل سی مثل غیر مثل غیرو به بیترفی نبودن نباید متهم کرد رسانه طرف داره طرف آزادی نیست طرف آزادی بیان و آزادی عقاید نیسته وظیفه‌ش برآمده از اینه و به همین دلیلم باز دوست عزیز ما تکرار میکنه انگار مثلا این رسانه بی طرف نیست من از قول شما چون شنیدم از دوستان این در این رسانه بازه آقایون خودشون هر کی با شما حرف بزن میکنن میکنن زندان و حبس براش میبرن ولی بعد یاد بگیرن که چیزی که محمد عزیز میگه حرف طرفین رو بعد گوش کنن حرف دیگران رو گوش کن و اینو برحال منون... ماست... به حال گفتم سر دلم مونده که متهمتون میکنم به اینکه بی‌طرف که وظیفه ما آقای سازگار ما همیشه هم گفتیم این ایران اینترنشنال تبلیغش اون چیزی که جلوش بوده صدای بی هم بودن جز افتخاراتش همیشه بودیم و امیدوارم که این قدرت رو داشته باشیم که بمانیم حتما اولا باید ارز کنم بنده کوچکتر از اینم که بخوام مطلبی رو خدمت این فرزندان شجاع ایران بگم ثانیاً باید ارز کنم دو نیروی تغییر بزرگ اجتماعی ما زنان ایران هستند و این جوانان ما به قول لنین نیروهای تاریخی تغییر و تقاطع این نام در واقع دختران جوان ما میشن بی جهت هم نیست که بند زنان زندان اوین صف اول مبارزه با رژیم دو سالار جمهوری اسلامی است شما نگاه کنید تو همین ماجرای اخیر حرفایی که از زنان زندانی ما از نرگس محمدی گل و کی, کی کی همین دختران ما چشم و چراغ مملکت از زندان اوین گفتن ببینید اون استحکامی رو که اینا دارن هیچ گروه دیگه ای نداشت هیچ کسی دیگه. و این نشون میده که جهت تغییر جامعه ما چگونه است بنابر این نه من بگم به نظرم در انقلاب زن زندگی آزادی من میگم انقلاب به معنی جامعه شناسانش به معنی اینکه اخشار گوناگون مردم با هم وارد عرصه سیاست میشن خواهان تغییر حکومت و حاکمیت میشن به این معنی برای انقلاب زن زندگی آزادی نبنده بگم دنیا کلاهاشو به احترام برداشت همه در واقع به تحسین این فرزندان شجاع ایران استادن در رسانه ها در بین سیاست مدار در همه جا یک یکی از تاکتیک های میدونید انقلاب زن زندگی آزادی بیش از 52 تاکتیک هم به ادبیات مبارزات مدنی و دنیا 346 روشی رو که جمع شده بود اضافه کرد و از جمله یکی از تاکتیک ها که چیدن مو بود خانم‌ها ها کردن جهانگیر شد عالمگیر شد یا شروین آهنگش در واقع دنیا رو فتح کرد میخوام بگم ما چیزی که در رکاب این فرزندان شجاع مملکت میآموزیم و باید بگیم این است که این مبارزه تا انتها ادامه داره ایران عزیز ما در خطر ما شیش هزار سال اونجا ریشه داریم آب و خاکمون وجودمونه و این نیست که تحویلی یه دوز بدیم بریم یه دوز که هیچ مرز اخلاقی هم نداره و اون ایران رو از این دوزدان پس میگیره و این رو هم عرض کنم ببینید به قول جین مقاومت مدنی در نهایت مبارزه بین امید و نامیدیه و اونهایی که مردم میخوان ناامید کنن از مبارزه دارن خلاف جهت جریان تاریخ اون مملکت حرکت میکنن امید باید داشت از چیزی نترسیم به قول روزولت تنها چیزی که ازش بترسیم خود ترس درست کشور در لب پردگاه خطر با این دوزا قرار گرفته ولی این ایران خانم ما از بلایای بزرگتر از اینم مثل قوقنوسوار بیرون اومده دست در دست همدیگه متحد میتونیم ردش کنیم از این و اون مملکت مال اون ملته مال این ملته مال نه خامنه ای نه خاتمی نه این شش تا آدم نه این دوزاست هیچی صاحب اون خونه ملت ایران است هزار سال صاحبشن بنابراین بنابر این امید باید داشت دست در دست هم دیگه می شود که از این دزدا گرفت و ایرانی اینجا که ایستاده در دنیا جاش نیست جاش بسیار فراتر از این بالاتر است یه جنبندی ه... یک دقیقه از هر کدوم از شما بزرگواران میخوام کجا خواهیم رفت آقای سازگار به من از همین بحثی که دوستان کردن وام بگیرم به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی در حلقه های زنجیر به هم پیوسته ما ایرانی ها در 120 سال گذشته نقطه عطفیه که احتمالا مهمتر از انقلاب مشروطه ایران خواهد شد هنوز مهمترین حادثه تاریخ معاصر من انقلاب مشروطه ایرانه ولی فکر میکنم قدمی که چون اون حرکت اول انقلاب زن زندگی آزادی بوده به قول اون فیلسوف امریکایی خود شعارش رو با انقلاب آزادی برابری برادری انقلاب فرانسه که مقایسه میکنی میبینی این یه انقلاب قرن بیست یکمیه کاملا و این این نریشن که کنانی اشاره میکردن این گفتمان که در دل همین شعار نشسته و این نیروی پیشبرندش به نظر من نوید این است که ایران سربلند ایرانی سرفرازه و پرچم سرنگ شیر و خورشیدش در احتزازه و ایران جای شایستهای در دنیا داره با این حرکت جهانی که داره اتفاق میفته همراه خواهد شد به شرطی که از شر این دوزای حاکم راحت